به نام خدا و با تقدیم سلام دوستای نهایت عزیز به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدین. دوستای عزیز، اگر به خاطر داشته باشین چند مدت قبل وقوع زلزله و شتناک شهر ایراد دگرگون کرد، تعداد زیاد از هموطنان ما را شهید و مجروح ساخت، بسیاریشان آواره شدن، خانه های خود را از دست دادن، که مردم های سرشناس، ارگان های زیاد دست به ابتکار زدن به خاطر کمک و یاری کردن از این مردم های که آسیب پذیر بودن در حادثه هرات. از اون جمله یکی از شخصیت های سرشناس کشور آقای فرهاد دریا نیست کمپاین جمهوری پول برای انداخت به خاطر کمک به این آسیب دیدگان، که از این روز فتر در صفحه های اجتماعی یک موضوع دست به دست میشه که خیلی جالب است. تمام پول های رکاقای دریا از این کمپاین جمهوری به دست آورده و فقط تنها چندان خیمه گلی ساخته است، که من فقط دوست عزیز نقل میکنم از فهیم فدره که آقای فدره نوشته که فراد دریا برای زلزله زدگان هرات از گل خیمه ساخته است. این شهکار دریا یادآور توزیع 4 کیلو گندم است و وحید عمر مشاور سیاسی اشرف غنی به شهروندان کابل در زمانی که کرونا بود و به خاطر زنده ماندن شهروندان کابل 4 کیلو گندم توزیع میکرد و ظاهرا این موضوع را به شکل کنایه‌آمیز گفته. و نظر شما چیز دوست عزیز ای باره کار که آقای فراد دریا کرده درست است یا نیست؟ حتما در بخش کامنت نظریاتتون را برامون بنویسین. خب مسلمم که مردم ایراد مستحق چیزهای بهتر و خوبتر بود در این بخش. دوست عزیز، موضوع دیگر ما که است در موضوع بسیار جالب است که والی پشون تبار طالبان در بدخشان خواستار خل سلای طالبان تاجک تبار شده. اخیرا نامی به ایندپندنت فارسی رسیده که نشان میده که والی در حال پشون تبار بدخشان خواستار ازی شده که طالبان تاجک تبار در این ولایت خل سلاح شوند و دیگه اجازه زیر ندارن که با خود سلاح حمل کنن، و او تعداد از کسای از اینا که میخوان سلاح را همراه خود حمل و نقل کنن و سلاح داشته باشن باید از بخش که مربوط وزارت داخله میشه ثبت اسلحه و بعض موضوعات دیگه اونجا باید اونا ثبت کنن، بعد از او میتونن اسلحه و مهمات داشته باشن. که در این میان نیروهای وابسته به قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش از این طالبا و همچنان مولوی امام الدین فرمانده پیشین نیروهای هوایی طالبان و والی پیشین بلخ به سلاح و تجهیزات نظامی مجهزند، که این دو فرمانده طالب در سرنگونی بدخشان در زمان که دولت جمهوریت پاورچا بود نقش بسزایی داشتند. خب این موضوع بود که ما از ایندپندنت فارسی بر شما نقل قول کردم دوستان عزیز، و تا کنون این دو فرمانده تاریک تبار کدام عکس العمل در این باره نشان نداده و ممکن که در روزهای آینده نشان بدن و این منجر به اختلافات درونی در خود ولایت بدخشان شود، که قبلا هم ولایت بدخشان شاید بعض اختلافات درونی میان سران و فرماندهان طالبان بوده است. دوست عزیز، موضوع بعدی ما تویت تازه آقای غنی است که باز جنجال برپا کرده و باز سر صدای زیاد از شبکه‌های اجتماعی برپا کرده. آقای غنی نوشته که خود را شیر می‌داده سیم حال و به اندازه موش دیده و به اندازه گربه هم قدر نمی‌شه، و ظاهرا این موضوع را با لحن کنایه‌آمیز به سیاستمداران افغانستان مطرح کرده و گفته که چند بار خود با دولت مواجهه ساختن، با دولت فعلی و همچنان ظاهرن هدفشان از سیاست مداران هست یا رهبران جهادی پیشین است، و برشان گفته که اگر میخواین که کشور دوباره آباد شده باید از این حلقه خبیثه براین و دوباره دست به دست بدهین و اتحاد داشته باشین تا به طرف به سمت واحد و به طرف سمت صف واحد حرکت کنید. دوستان عزیز، این بود سه موضوع امروزی. امیدواریم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. لطفا نظریاتتون، انتقادات، پیشنهاداتتون در ما در بخش کامنت بنویسین.
تا ویدیوی دیگر بدرود.